حضور پررنگ و غیر انکار ولی عهد ایران، خواست ملی و فرهنگ پادشاهی آیا ایران را بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی مانند افغانستان و سوریه خواهد کرد یا نه؟ این موضوعات این قسمت از برنامه است. مهمانهای این قسمت محمود ابطعی و وفا وفایقمایی است. بدانید آگاه باشید، نام این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است محمود در 24 ساعتی که حکومت دیکتاتور اسد سرنگون شده جهان سردرگم حتی تحلیلگران ایرانی هم سردرگم هستند نمیدونند با چه کسانی سر و کار دارن نمیدونند کی قرار در آینده سوریه تصمیم بگیره آیا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی این بلا هم مردم ایران خواهند داشت یا حضور شاهزاده رضا پهلوی مانع از این بلا میشه به محمد من فکر میکنم مقایسه سوریه با ایران از اساس کار درستی نیست چون ما داریم از یک انقلاب صحبت میکنیم دیگه انقلاب هم یک پدیده هست که شکل میگیره یعنی به صورت آمرانه اتفاق نمیفته انقلاب یک پدیده است که متغیرهای زیادی دست به دست هم میدن و اون رو شکل میدن این متغیرها بخش عمدهش ریشه در خود جامعه داره جامعه ایران با جامعه سوریه بسیار متفاوته این بزرگتر این بزرگترین تفاوت هست جامعه ایران اون شرایط رو نمیتونه به وجود بیاره که در سوریه ما شاهدش بودیم البته بازیگرهای خارجی هم در سوریه بسیار متفاوت هستند با اون چیزی که در اطراف ایران میبینیم مثلا نقش بسیار بسیار مخرب جمهوری اسلامی در سوریه رو من باید میدونم هیچ گروهی در در حاشیه ایران بخواد بازی بکنه در داخل ایران با توجه به شناختی که به ایران داره ولی یک بحث دیگه که بسیار مهمه وجود راه روشنی است که مردم ایران در پیششون هست به باور من ایران الان در یک وضعیت انقلابی قرار داره خب این وضعیت انقلابی یک دوگانه ای رو به وجود آورده دوگانه در خواستهای خواست های ملی خواست رسیدن به یک حکومت ملی به کرسی نشستن اراده ملی در برابر حکومت اسلامی یک رژیم توتالیتری که وجود داره اون انحراف هایی که در سوریه دیده میشه که در, در قدرت هم با هم رقابت دارن و تقریبا برابری دارن در داخل ایران نیست درسته اینجا ما برخی از گروه هایی میبینیم در حاشیه سخن از جدایی میگن برخی از گروه ها هستن که بازماندگان مارکسیست لنینیست ها هستن که حرف های دیگری میزنن ولی اینها با خود جامعه ایران نمیتونه ارتباط برقرار کنه نیروی عمده نیستن نیروی عمده در داخل ایران اون حرکت ملی ایران هست که بخش بزرگیشون هم هستن که میخوان برگردن به اون راه پهلوی این راه پهلوی رو میگم به این خاطر است که اشاره کنم به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت ویژه یگانه و متفاوت که مردم ایران ایشون رو به عنوان یک رهبر انقلابی امروز قبول دارن به عنوان رهبر خودشون و خود شاهزاده رضا پهلوی هم به ویژه در های اخیرشون در چند ماه اخیر به زبان انگلیسی، فرانسوی و فارسی به روشنی رو بیان کردن دیگه حتی در این مصاحبه اخیری که داشتم با علی کیانی در نشریه فریدون در واقع اشاره میکنن که یک گام جدید هست ما در یک شرایط خاص قرار داریم نباید فرصت سوزی بکنیم من صدای مردم ایران رو که به من نگاه ویژه‌ای دارن شنیدم و این آمادگی رو دارم این قدم رو پیش میگذارم که این کار رو هدایت بکنم من فکر می‌کنم این شرایطی که در ایران وجود داره وجود نگاه روشن رهبری خواست مردم ایران برای برگشتن به یک مسیری که باهاش آشنا بودن در, در حافظه تاریخی خودشون این وضعیت رو با سوریه خیلی متفاوت میکنه نظر منم با تو موافقم که این مقایسه ای که فرقه جنون و عوامل پنهان و نهان جمهوری اسلامی در روزهای گذشته دارن انجام میدن مقایسه خیلی احمقانه ای است که دارن میکنن بیام سراغ آیه اسماعیل وفا یغمای اسماعیل آیا تصور ها این گونه مطرح بکنم که همین فرقه همین افراد همین آدم نفوذی پنهان و نهان جمهوری اسلامی دارن سرنگونی دیکتاتور سوریه اسد رو با افتضاح 57 و, و روزهای اول و اون ماه های اول دارن مقایسه میکنن آیا قابل قیاس هست؟ ببینید به هیچ وجه قابل قیاس نیست من تو برنامه هایی که در مورد هویت و فرهنگ ایران داشتم و مقایسه دوران پهلوی رو دو چیز من تاکید کردم اینو با تمام وجودم ایمان دارم یکی بی سوادی هوناک این بهترین شکلش ها یعنی زاویه خوبش بی سوادی آدمایی است که مثلا نیت بد ندارن و یکی هم واقعا کینورزی و هرناکی که میخوان در برن از زیر کسافتکاری سال 57 یعنی من بارها گفتم تا به این انتقاد نرسیم من به یکی از دوستانم که ده سال مثلا محکوم شده بود هفت سال زندان کشته بود زمان شبه فقید بهش گفتم فلانی من سالها درنگ کردم به خاطر اینکه هویتمو رو حفظ کنم که آقا مجاهد بودم نام چپ بودم رادیکال بودم آخرش یه روز گفتم نه آقا جان من آدمی بودم نمیفهمیدم وابسته به یک گروه تروریستی بودم و با یک ایدئولوژی آشغال و کسافتی که از مرزهای غربی ایران وارد شد با ارتش خلیفه دوم مملکت منو اشغال کرد پدران ما رو کش مادران رو کش دختران و زنان اون دارمون رو برد فروخت تو مدینه و ما با این ایدئولوژی تو قرن بیستم در نیمه قرن بیستم میخوایم رژیم پهلوی رو سرنگون بکنیم این این وریاست اینا عوض بهشون نیستن ببینید اینا تا این ایدولوژی رو ول نکنند کنار خامنه ای ایستادن تعارف بذاریم کنار من بارها گفتم توی سیاست مثلا اگر من تو ایران به فرض جوان بودم و وکیل میشدم بنابر اینکه میگفتن آقا جان بالاخره باید به اعتقادات مردم احترام گذاشت اینا بعد از خمینی من به اعتقادات به خاطر عشق به مردم احترام نمیذارم میگم آشغال این تفکر اونور شما نگاه بکنید این کسایی که چپن به استرا چپ غیر مذهبی خود اسد و بشار اسد یک کارگاه آزمایش برای گندیدگی تفکرات ایناست اصد رو میتونیم زندگیشو خیلی راحت ببینیم قبل از اینکه سقوط کنم روی اسناد من نگاه کرده بودم زندان های که الان وقتی نشون میدن شگفتاوره انگار طرف کردن توی یه اتاق آهنی درشو بستن بچه دو ساله زندانی که اونجا به دنیا آمده زندانی بوده آدمایی که عقلشون از دست دادن این زندان های اصده اینو برای میگم که اسدی که تحت حمایت کشورهای بسترا اسپرماتوزوید بقول هزارات حضرات میگن سلطنت اسپرماتوزیدی نبود تحت حمایت قوی ترین کشورهای کمونیست و سوسیالیستی بود که با لنین و استالین شروع شده بود جناب روسیه زیر علم پوتین الان چین ونزوئلا کوبا کره شمالی شرمآور این که اینا یک عمر اصد ببینید من دیشب شعر گفتم تمومش نکردم گفتم با چشم بزش که روبروی محتوای شعر میگم که آمد چشما رو معالجه کنه ولی یک میلیون و دویست هزار چشم و زیر پوتینش له کرد تعداد کشتگان این جنگ به سر علیه اسد که 360 هزار نفرشون غیر نظامی بودن و بچه ها بودن اینو چرا نقد نمی کنن؟ بنده بعد از عمری که خلاصه سپری شد به نقد اسلام اسلام سیاسی و سازمانی که توش بودم برداختم و اعلام کردم بدون اینکه غرور واقعی مو بشکنم گفتم از زندان وکیل آباد مشهد که من بیرون اومدم که پلوی زندان های این جناب جنایتکاری که همه نیروهای چپ و کمونیست سابق و مارسیس رو حمایت کردن هتل بود سرم رو گنده اومدیم بیرون قضا مثل دانشگاه بود اینا رو باید گفت محاکمه بنده سه بار به من وکیل دادن نه سال هفت سال دو سال وکیل از من دفاع کرد میان میگن آقا شاهزاده شاهزاده ببینید یک نوستالژی مردم ایران دارن از سرسره پهلوی من یک بار به یکی گفتم گفتم ببینید من مجاهدی که از سال 52 تا هفتاد و دو مجاهد بودم یک دوره تو مرکزیت سازمان و مجاهدین بودم هیچ هم تو این دنیا ندارم جز قلم و کاغذ و اندکی پول که باید دارم افتخارم میکنم که از بازارهای ارزون بخرم ولی به چه دلیلی من پس از سی سال میگم که آقا جون اشتباه شد و شاهزاده یک شانسه و ما اشتباه کردیم محمد شاه رو جنایت بود علیه محمد زاشا، کنار یک آخوند گندیده متعفن ایستادن بنابراین اینها ببینید نم تا پایان عمرشون ادامه میدن برای اینکه خودشکنی نمیخوام بکنن برای اینکه یک دونه جامعه یک جبه روش شونه, شونه که اینو نمیتونه از دست بدن در حالی که در زندگیشون میکنن 90 درصد اینایی که این تیپیان به هیچ وجه به ایران بر نمیگردن اون زندگیشون اینجاست ایران ویران شده رو کسانی میرن که کمر همت ببندن میهن رو دوست داشته باشن ملت رو دوست داشته باشن و تنها شانس من تاکید میکنم تنها شانس ملت ایران توی شرایط من خطاب به مردم میگم شاهزاده رضا پهلوی است اشتباه پنج و هفت رو تکرار نکنیم و این حرفا و این مزخرفات رو گوش نکنیم که قابل گوش کردن نیست من اجارتا کوتاه میکنم بعد دوباره یه سوال فقط فقط ازتون بپرسم خیلی که در حد یک آریانه خودتون بعد از انقلاب ملی به ایران خواهید رفت یا نه حتما خواهم رفت ببینید من تنها آرزوم اینه که نمیدونم چرا یک جمله ترسوی داره و وقتی ازش میپرسن که تو روستا تو چطوری روسیه رو چطوری میبینی اسم روستا شده وینا شسکایا اینطوری گفت برای من این روستا کشیده شده تو تا سر تا سر روسیه چند میلیون کیلومتر برای منم ایران اینطوریه من توی روستای 400 نفره وسط داشتی کبیری متولد شدم به اسم گرمه که یه روستای خیلی زیبایی من وقتی به ایران فکر میکنم به این روستا فکر میکنم و یک بار که یکی از نزدیکانم پرسید تو همه چیزات رو از دست دادی ارث و میراث و بند و بساط رو گفتم میدونی آرزوی من چیه دوست دارم یکی از این درختای خرمای روستا رو بغل کنم و باش درد دل بکنم اینو میخوام هیچ چی نمیخوام بعدا برمیگردم امیدوارم این شانس داشته باشم که پیران سر بتونم به ایران برگردم و تو این هوا نفس بکشم و اونجا تنمو به خاک بسپارم اسمایل انقدر زیبا شیرین و قشنگ صحبت میکنه آدم دلش نمیاد وسط صحبتش بیاد یا یعنی اینکه صحبتش رو قطع بکنیم میام سراغ محمود محمود آها این نکته هم بگم که جان قبل, ب... قبل از اینکه سوال بپرسی من یه ای دارم به صحبت جناب یغمی یعنی. ارز کنم که این باعث مورد توجه واقعا کسایی باشه که امروز ب... از رسانه های جریان اصلی در واقع فکرشون رو جریان خط, خط میگیرن یا حتی در شبکه های اجتماعی چیزی رو میبینن یک صحبت هایی کردن اینشون که خب من بارها از زبان ایشون شنیدم ای یک فرد که با صداقت و چجاعت یک صحبت هایی رو میکنن و اثر آگاهی است مقا... الان همین رو یک روایت من به عنوان یک روایت صادقانه این از گذشته که بوده زندان ها به چه شکل بود بوده نکی نبوده ولی اصل داستان رو اون تصویری که به ما دادن چقدر اشتباهه همین امروز کسانی میان در واقع یک خطی رو دنبال میکنن که به نظر میرسه از دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بیرون میاد و سقوط بشار اسد رو موازی میکنن و اون رو مشابه میدونن با سقوط شاهنشاهی پهلوی یعنی بشار اسد حافظ اسد رو در واقع مشابه شاهنشاه آریامه یا رضا بزرگ میدونن ببینید در همین روایتی که الان جناب وفای اقرانی گفتن این دروغ بسیار بزرگ آشکار میشه یک سو جانیانی هستند که صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن که هزاران نفرشون کودکان بیگناه بودن با سلاحهای شیمیایی حمله کردن یک سو هم یک حکومتی بود که به معنای واقعی ملی و تلاش میکرد که حالا اون نارضایتی که وجود داره در در حدی که در توانش هست بگونه این رو اداره بکنه که کمترین آسیب اتفاقا خود اون جوونا ببینن. جوونایی هم که شاید اکثریت اون خب به ذات بد که من بهش باور ندارم که ناآگاه بودن در یک مسیر اشتباه افتاده بودن و یک فرصتی اگر پیدا میشد اینا شاید راهشون رو پیدا میکردن آشنا میشدن با هویت خودشون با کشور خودشون با اون که داره اتفاق میفته من فکر کردم این مهمه این اشاره بکنم که اون چیزی که صحبتی که الان ایشون کردن با روایتی که الان دارن گسترش میدن که کاملا دروغه و این یک شاهد بسیار است از ماجرا. اومدم به قبل از اینکه سوال مطرح بکنم دو تا نکته بگم یکی از نکته این بود خواستم بگم محمود داخل این مصاحبه چقدر محجور و ساکت قلم داد داره میشه چقدر ساکت بعد دیدم نه سا... ساکت ترین فرد گویا خودم هستم اسماعیل و محمود خیلی شیرین دارن صحبت میکنن کمتر کسی که داره صحبت میکنه منم دو تا نکته رو بگم نکته اول محمود در داخل صحبتاش گفت رسانه جریان اصلی به باور من اینا رسانه جریان اصلی نیستن رسانه‌ای هستن که توسط کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی سعودی یا از 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 اون نهادهای امنیتی دارن مدیریت میشن اون اونها هستن که سیاست هاشون رو مشخص میکنن جریان اصلی جریان مردم هست فکر میکنم محمود اشتباهی لپی بود حالا حتما خودش تاثیر خواهد کرد اگر هم صدا و هم نظر با من باشه و اتفاقی رو که شاهزاده رضا پهلوی در هفته های گذشته در فضای رسانه فارسی شروع کردن اتفاق خیلی خوشایندی است اونم این اتفاق اون اتفاق این است که به کانال های یوتیوبی پادکست ها و ویدیو ها دارن اهمیت میدن و شروع به مصاحبه کردن با این رسانه های کوچک کردن که صدای مردم هستن اتفاق خیلی خوبی است ما باید بیاموزیم باید یاد بگیریم که خودمون صدای خودمون باشیم و این نوآوری رو شاهزاده شروع کردن این مشروعیت بخشیدن به این صداها رو شروع کردن که جامعه بتونن اطمینان داشته باشن آیه نکته هم آیه... وفا گفتن گفتن که در اون زمان از زندان اومدیم بیرون در دوران پهلوی خیلی سرخوش و شاد و سالم بودیم در جمهوری اسلامی هم از زندان خیلی یا سرخوش و شاد و سالم و چاق شده و نمیدونم بدن پروار شده میان بیرون اما نه بچه های پادشاهی خواه و بچه ملی گرا کسانی که حالا تفکرات اصلاح طلبی دارن تفکرات چپ دارن یا اینکه زد و بند با سیستم امنیتی دارن برسم به سال بعدی که با محمود ادامه خواهم داد آقا اهمیت بیانیهای های شاهزاده رضا پهلوی در هفته های گذشته و ماه های گذشته با توجه به این که گفتی الان در یک وضعیت انقلابی هستیم چیست مخصوصا اون قسمت هایی که داره به ریزش نیروها اشاره میکنه با توجه به اتفاقی که الان در سوریه افتاده دیدیم که دیدیم که ارتش اصلا مقاومتی نکرد و خیلی جاها تخلیه کرد اهمیت بیانی های شاستاد رزا پهلوی که اون ایرادی که از اصطلاحی که من استفاده کردم گرفتی رو بذار من اینجوری بگم این, این رسانه هایی که توان و مالی بیشتری دارن و صدای بلندتری دارن حالا این رو به همین قد در واقع اکتفا کنیم الان دیگه مشکلی بود ندارم الان قبول دارم بفرمایید عرض کنم ببین اگر که باور داریم که کشور در یک شرایط انقلابی است این مردم نمیخوان همچین وزیر رو تحمل کنن نمیتونن نمیخوان شرایطی در کشور حاکم باشه و حکومتی هم که حکومت اسلامی هم که بر مردم حاکمه هیچ سنخیتی با زندگی مردم و خواستهای مردم ایران نداره لذا نمیتونه خواستهای اونها رو تأمین کنه این شرایط انقلاب و به دنبال اون اگر که راه رو میگیم که روشنه و رهبر داره خب دیگه اهمیت بیانی ها و سخنهای اون منبع رهبری یا شخص شاهزاده رضا پهلوی بر ما بسیار روشنه در رابطه با وضعیت اخیری که در سوریه پیش آمده من فکر میکنم مهمترین عامل مهمترین عاملی که رژیم اسد سقوط کرد رو باید در ریزش نیروهاش دید مقاومتی نشد همین نیروهایی بودن که دوازده سال پیش اون کشتارها رو کردند ولی واقعیت خودش رو تحمیل کرده به همینها میدونن که این شرایط قابل ادامه نیست میدونند زندگی در اون شرایط نمیتونه پایدار باشه و واقعیت زندگی خودش رو به اینها تعمیل کرده و میفهمن که این زندگی خودشون رو در گروه دفاع از یک موجودی به اسم بشار اسد به اون استبداد بسیار خشنی که داره قرار دادن به نفعشون نیست انگیزه رو از دست میدن این یه چیزیست که ناگهان هم 12 سال گذشت و در ظرف چند روز همه چیز ریزش کرد انگیزه دفاع کردن از اون رو از دست میدن در دل ایران هم ما همین رو شاهدیم این ریزش اول یک ریزش باوری است و بعد در عمل خودش رو نشون میده یکی از پنج ستونی که شاهزاده رضا پهلوی تو همین صحبت های اخیرشون هم برنامه هاشون تاکید شده برش ریزش حد است این ریزش وقتی که فشار بر سر حکومت زیاد باشه مبارزات مردم حمایت بشه این ریزش در واقع تر و موفقتر خواهد شد نهایتا ریزش نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی است که منتهی به سقوط این نظام میشه من میدونم خیلی ها این رو مطرح میکنم میگن که شما نمیشناسید و اینها موجودای بسیار خونخاری هستند آدم خارم در رنده هستند و تا آخرین گلوله میجنگن بله اینا این ویژگی رو دارن و این هدف رو هم دنبال میکنن ولی واقعیات زندگی خودش رو به همون هم تحمیل میکنه بخش بزرگی از نیروهایی که در نیروهای انتظامی سپاه و حتی ارتش هستند بخش بزرگی از اینا به خاطر نیازهای روزمرهشون هستن زندگیشون منبع مالیشون و اینا هست اونجا هستند و اگر که یک راهی داشتن که خودشون رو تامین کنن من باور دارم همونا هم همین امروز اونجا نمیماندن و خودشون رو بدنام نمیکردن ولی اون شرایط به اوج که برسه همین نیاز مالی هم دیگه اینا رو نگه نخواهد داشت کما اینکه در سوریه بشار اسد دیدیم همین چند روز پیش 50 درصد به حقوقشون افزایش داده. چون خودش میدونست مشکل کجاست همون خبری که آمد که حقوق این افراد نظامیش رو افزایش داده یعنی که میدونست دیگه حمایت در درون خود نیروهای نظامی خودش نیروی سرکوب خودش نداره ولی با رشوه مالی هم با انگیزه مالی در نسبتا قابل توجه هم اونا رو نتونست راضی کنه که بمونن ازش دفاع کنه حالا عوامل دیگه هم هست ولی اصل قضیه من فکر میکنم این مسئله ریزش است که ما باید توجه کنیم مبارزه اون رو با قوت ادامه بدیم به رژیم فشار بیاریم برای هر دوی اینها که منتهی بشه به ریزش به رهبری نیاز داریم به یک رهبری قدرتمند که خوشبختانه ما این شانس رو داریم که داریم این رو. اسم هم نسل های شما در قبل از اون افتضای پنج و هفت مثلا در شعارهایی که میدادند شعار جنسیتی به شهبانو می زادند. این روزها هم داریم می بینیم در حمله هایی که به شاهزاده رضا پهلوی میشه از هر ترفندی از هر حیله از هر تهمت و افترا و نمیدونم بددنی استفاده می کنند و حمله می کنند دیگه گویا مثلا همچنان حکومت پهلوی در رأس امور مملکت داریست. حالا باز مثلا رضا شاه حالا گویا مشمول زمان شده کاری به رضا ندارن به محمد رضا شاه حمله میکنن و دارن همچنان مبارزه میکنن با حکومت پهلوی و اصلا فراموش کردن که جمهوری اسلامی در رأس اموره چرا هر چیزی که میشه به شاهزاده حمله میکنن نمیدونم در ایران جمهوری اسلامی بعد جوانان وطنمون رو اعدام میکنه حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنن بشار اساس سقوط میکنه پول هایی که بیش از یک دهه جمهوری اسلامی از جیگر و از دهن ملت ایران گرفته ریخته در دهان نمیدونم حالا اون نیروهای نیابتیش و اینها شروع می حمله و فحاشی به شاهزاده رضا پهلوی میکنند بنزین میخواد گرون بشه حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنند نمیدونم کلید خونهشون رو جا میذارن حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنن فاندشون رو قطع میکنن نمیدونم رسانا باشون مصاحبه نمیکنن حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنن اندامشون به هم میخوره وزنشون کم میشه وزنشون زیاد میشه حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنن چرا هر چی میشه حمله به شاهزاده رضا پهلوی میکنن ببینید این اینها من یه بار این زندگی سختی که ما داشتیم خیلی شانس بزرگی بود یکی از دوستان من صحبت میکردم گفت آقا ما طوفان همه چیز رو برد گفتم خوب شد برد گفتم اگه مثلا من خودم اگر این فشارها رو تحمل نکرده بودم اینی که الان هستم نمی شدم مخصوصا تو شعر که بتونم فکر کنم درست ببینید بریم از سطح به عمق بزرگترین خطر شاهزاده رضا پهلوی که به نظر من نیرومندترین چهره است الان تو تمام اپوزیسین های وارفته ای که ادعای مبارزه دارن آقا جون فرار کردید عزیزان بنده هم دنبال اونا در رفتم چریک جاش تو فرانسه و انگلستان و اینا نیست جنرال دوگل موقعی که رفت انگلستان چرا دو سال نموند یا مثلا بابک خورمدین هیچ وقت نرفت چین مبارزه بکنه موند جنگید کشته شد یعقوب لیس همینطور این اپوزیسیون او اومده شما توجه بکنید این دو مسئله به نظر من خیلی مهمه من روش خیلی کار کردم و فکر دو تا خطر بزرگ بازگشت پهلوی داره فاتحه به دلیل چرخیدن هویت ایران از اسلام 400 ساله ای که مغز همه رو مصموم کرد من من خودم من توی خانواده بزرگ شدم که فرهنگی بودن کاملا با فرهنگیران معتقد رضا رو دوست داشتن برخشون به مصدقم احترام میذاشتن ببینید تو این خانواده 10 تا 20 تا شاعر گردن قلفت است مترجم هست. نویسنده است من خودم تا 18 سالگی که درس میخوندم اومدم دانشگاه 18 ساله به دلیل 400 سال فساد فکری که اخوندا استفراغ کرده بودند تو مغزهای ملت ایران و من صریحا گفتم گفتم محمد رضا اسیر ما مردم بود اگر محمد رضا در سوئد متولد شده بود یا هلند کارهایی میکرد که پاسچای سوئد نمیتونست بکنه آدمی بود که به ایران دوست داشت فکر میکرد نکش اینا رو هم که آقا جون زدن چری که مسلح بود که زده بود سرنگ کشته بود زندیپورو و مستشار رو کشته بود فاتح رو با پنیزار رو کارگر کشته بود بهشون که جایزه به بنده نمیدادن که الان تو فرانسه یا انگلستان یه دونه کل بگیره دوتا تیر در کنه اولین تیر میخوابنن تو مغز آدم محمد داشته چیکار بکنه ببینید این فضای 400 ساله رو چرخش ایرانیان به خصوص نسل نو به سوی هویت ملی از بین برد یعنی 82 درصد اسامی خودشون میگن شده ایرانی شده خسرو، مهداد، آرش اینها این بزرگترین ضربه است به چه نیروهای شبه کمونیست یا سوسیالیست چون من سوسیالیسم خوب خوندم زندانم کتاب خوندم مارکس میدونم آدم خوبی بود خودش میگم من مارکسیست نیستم اینا مارکسیست نیستن سوسیالیست نیستن برای اینکه سوسیالیست واقعی نخست پاش رو میهن و ملتش استواره نوکر استالین نیست از مسکو دستور نمیگیره و شهریور 1920 دیدیم که موقعی به توده برآمد چی شد یک این دو نیروهای مذهبی هم مارسیست هم مذهبی با برآمدن پهلوی فاتحشون تو ایران خونده است خیالتون راحت باشه اون نسل سوسیالیستی که برمیاد اینا نیستن این بار سوسیالیست ایرانی است که به پرچم ایران به شیر ایران به شاه ایران احترام میذاره حزبش را میذاره. به همین دلیل به شدت اینو فهمیدن برای اینکه با ایدولوژی ابوذر و سلمان فارسی که ما رفتیم سی هزار چل هزار جوان ایرانی کشته شدن من خودم تو 21 سالگی رفتم زندان بعدش هم همش آواره بودم همه فک و مردن نمیرن دیگه این جوونا وقتی پای دار میگه که آقا جان قرآن نخونید موزیک بزنید برخصید سر گور من یعنی فاتحه اینا خونده شده بنابراین دشمنیشون ببینید تاریخ که خوب فهمیدن من همینجا تاکید بکنم ماندن خامنه ای برای بسیاری از اینها یک شانسه برای اینکه خامنه ای پایه اسلام شیعه رسمی دیگه تا هست میشن قرقر بکنن یا این کسانی که میبینیم که آقا به هیچ وجه نمیخواد به عمق برسه من به عنوان کسی که از نیرو هوایی بودم پدرم گفت که مادر ناراحت اومدم بیرون شش ماه رفتم به دانشکده الهیات رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که بعد برم به فورتسانس حقوق بگیرم ببینید تو این مملکت اون موقع اینطوری بود ولی الان تموم شده بنده کسی که 18 ساله بشه بیاد تو دانشگاه الان درست عکس عمل میکنه یعنی اگرم باشه ول کرده رفته زرتاشی شده بنابراین خطر رو باید احساس کنیم خطر ایدئولوژیک تاریخی فرهنگی رو که اینا میترسن تو عمق خوب میفهمن مثلا من بیکشون گفتم آقا بنده ای که نمیدونم سی سال من مسلمون شدنم با جنگیدنم با محمد رضا شاه همراه بود یعنی اولین نماز و من موقعی خوندم که وارد این گروه بلعز شدم که از دوازده تا شاخه ما یازده تاشون پیرو خمینی بودن ولی الان که اینطوری نیست که الان متنفرن مردم این حضرات که بیشترشون هم که سالهای پایانی عمر دارن میگذرن و اکثرشون هم که باید به فکر به قول معروف آخرت باشن به از این خطر را احساس میکنم به یکی هم این نوستالژی مسخره ای که آقا یک بار شما فکر کنید بنده گفتم به عنوان یک مسلمان سابق سه چیز قرآن الله و محمد رو بررسی کردم گذاشتم کنار کدوم پیامبر آقا جان هر کی اعتقاد داره محترم براش ولی من نمیتونم پیامبر رو قبول کنم که قتلام بنی قریزه رو بکنه سر کنانم ربی و به بر شب زنش رو متعلق به خودش بکنه بنا به دستور الله یا اللهی که من به یکی بچه ها تو زندان گفتم دیگه به شوخی گفتم آقا ما رفتیم ساواک دنبال اسرائه بودن دو روز ما رو عذیت کردن این پروردگاری که ما دنبالشیم اگر یه جام شراب بخوری تا عبد می بعد ما چرا اومدیم باید زیر این زیر لوا این پروردگار می محمد کجا محمد رزاشه محمد مرزاشو. بابا من زندان که رفتم ببینید باید فرصت بشدم صحبت بکنه شیش ماه بعد از طرف آقای هویدا یک نامه ای نوشته بودن چون اموی من باز از شانشایی بود خیلی آدم درستکاری بود آذر یغمایی سرنگ شیخان رئیس ساواک اومد توی زندان وکیل با سرنگ فرزین دو ساعت گفتن آقا جون تو آزادی در رو برد و گفتم نمیخوام برم اماقت موندیم کسی که نه سال محکوم بود کرده بودن شیش سال دو سال میخوادم ولش کنن ما با چنین شاهی جنگیدیم زیر لوای یک پروردگاری که میگه آقا کاسه من خوشبختانه شما بودم ده بار قرآن خوندم از سرب مزاب میارن جلوی صورت گناهکاران میفته پوستش توش دوباره پوست نو میرویانیم بابا جان با هم موقعی که میکش دو تا تیر خلاص رو مغز می آدم میدادم راحت میشد یعنی اینا از این میترسن مذهبیونی که دنبشون وصله میدونن با رفتن اسلام سیاسی کلک کنده است بنابراین حرف زیاده فقط کوتاه بکنم نخست به این پایه های ایدولوژیک و تاریخی که در از بین میره و رفته و شاهزاده خطر بسیار بزرگی است برای اسلام سیاسی ها اسلام مردم کار نداره من همیشه میگم میگم که شما تو موضع شاهزاده بشینید اون نمیتونه موضع منو داشته باشه به عنوان یه شاعری که میشورم برای اینکه اون با 90 میلیون آدم با صحبت بکنه و باید مواضع خودش رو داشته باشه ولی اسلام سیاسی خبری نیست هر کی میخواد نمازش بخونه بره بخونه اینو از این میتونه. از کمونیسم سیاسی هم رفت دنبال کارش تجربه کردیم پوتین و استالینو و استالین و لنین و دوستان داخل کشور این اندکی از بسیار محمود بیام سراغ تو آقا خیلی هم اصلا نمیخندی لبخندم نمیزنی محمود نه آقا باد فتح میگیرن حمله میکنن به شاهزاده بابا سیلشون اوت میکنه حمله میکنن به شاهزاده فر موهاشون خراب میشه حمله میکنن به شاهزاده یه 100 دلارشون رو میکنن 90 دلار حمله میکنن به شاهزاده به عنوان کسی که پادشاهی خواه هستید ولی عهد ایران رو رهبر انقلاب ملی ایرانیان میدانی آقا دفاع کن چه دفاعی داری در برابر حملات ناجوان مردانه که دارن میکنن میان با اسد مقایسه میکنن میان با جولانی مقایسه میکنن شاهزاده رضا پهلوی رو با کسی دارن مقایسه میکنن که تفکرات اسلام شدید و افراطی داشته آقا چه دفاعی داری دفاع کن چرا از ولیعت خودت دفاع نمی کنی بفرما با. محمد دفاع رو اول بهترین دفاع خود سابقه حکومت پهلوی است و سخنان شاهزاده رضا پهلوی این این بهترین دفاعی است که وجود داره ولی دفاع رو در برابر کسی یا گروهی آدم میکنه که بر اساس یک منطقی که بر سرش آدم توافق داشته باشه بیان میکنن اینها به دنبال خیر عمومی که نیستن اینها در واقع همون منافع خودشون رو در پیش هستند که از غذا در تضاد با منافع ملی هست هر دو جریان هر دو جریانی که جناب اسماعیل رفاعی نام بردند اسلامگرای های سیاسی اسلامیست ها من بگم مثلا و این گروه از مارکسیست های استالینی استالینیست ها اینها تکلیفشون روشنه و همه این گروه هایی که پهلوی ستیزه هستند به نوعی از انشعابات این دو فکرند در مردم ایران که ما هم چیزی که نمیبینیم شما ببینید مردم عادی ایران که سیاسی نیست نه فعال سیاسی نه فعال اجتماعی یک کارمندی است یا یک مغازه‌داری است یا انسانی است راننده تاکسی است زندگیشو که کاری به انتظار نداشته باشه الان وقتی ازش بپرسی راجب به گذشته میگه دوران در واقع خدا بیامرز یا بی خاطرات خوبی که در ذهنش هست اون نوستالژی که در ذهنش هست یا مثلا میگن که ولیعت که نیاد، شاهزاده رو مثلا چگونه باید کمک کرد همه صحبت از یک نگاه ایرانگرایانه است که در قالب شاهنشاهی پهلوی و امروز رهبری شاهزاده رضا پهلوی شناخته میشه این مردم ایران هم. مخاطب اصلی ما اینا هستن ما تا ابد همینجوری که تو صحبت اخیر شاهزاده هم بود که ما تا ابد نمیتونیم سعی کنیم اینا رو قانع کنیم که نکنن این کار اینا این کارو میکنن بخش بزرگیشون هم با تعمد دارن این کار رو میکنن نه که ناآگاه هستند امروز نا به عنوان ناآگاهی ما میگیم پنجا و هفت رو بله اونا جوانایی بودن 20 چند ساله نه به اندازه کافی مطالعه داشتن نه کشورشون رو میشناختن نه شرایط میشناختن در یک وضعیت هیجانی در... یک مسیری قرار گرفتن و خب آتش زدن به ممکن ولی اینایی که امروز هستن داستانشون متفاوته اینا بحث ناآگاهی نمیگم که حتما آدم های آگاهی هستن اگر ناآگاه هستن هم دیگه پذیرفته نیست اینا اگر هنوز هم هستن هم پذیرفته نیست من, خب بحث بحث من میپذیرم پشن. این بحث اقلانیت و منطق رو که داریم مطرح میکنیم میپذیرم میای میگه آقا با اینا اقلانیت ندارن منطق ندارن من هم اینا رو میپذیرم ولی خب اینا باید در نظر بگیریم که اینها آقا عوام فریبی،, فریبی رو خیلی خوب بردن مدیاهایی دستشون هست که میتونن عوام فریبی کنن، شستشوی مغزی بدن، همراستا با جمهوری اسلامی میتونن خیلی جا تخریب بکنن، حمله بکنن. آقا یه حرکتی باید انجام بشه. اگر بیای بگی آقا کار فرهنگی میکنم، من میگم آقا میپذیرم. اگر بیای بگی نمیدونم شروع به برنامه سازی میکنم که در مقابل تخریب های اونها من آگاهی به اطلاع رسانی و آگاهی بدن به جامعه، من میپذیرم. این که بگیم آقا عقلانیت و فلان ندارم، پس کاری به کارشون نداریم و من نمیتونم بپذیرم. یه درد 3 4 دقیقه به بگو تا صحبت پایانی این به معنا نیست که خب ما فعالیت نکنیم ما در یک گفتگوی داریم چند دقیقه فرصت داریم داریم صحبت میکنیم دیگه خب مثلا میگم من به عنوان آدم سیاسی در وهله اول تمام تلاشمو گذاشتم در چی ساخت به وجود آوردن یک سازماندهی سیاسی که در ارتباط با مخاطب خودش منافع ملی ایران رو دنبال بکنه گرایش سیاسی خاصی که تعریف کردیم تشکیل اون حزبی که در واقع به وجود آوردیم و الان از نظر اعضایش جمعیت و همراهش واقعا میتونم بگم در این بخشی از اعضایی که بعد از انقلاب به وجود آمدن پنج هفت منظورم هست به جرات میگم قوی ترینه نیروهای که داریم اعضای زیادی که در خارج و داخل داریم این و... کاریست که ما داریم میکنیم این در جهت دفاع از اون گرایش سیاسی است که شاهزاده رضا پهلوی رو رهبر خودش میدونه ما در عمل در میدان داریم کار میکنیم باز هم تو صحبت های اخیر شاهزاده تاکید ایشون بر احزاب نقش احزاب در آینده و نیاز به اینکه ما باید مبناش رو امروز بگذاریم احزاب رو امروز به وجود بیاریم که فردا چیزی رو داشته باشیم که دست به عمل عمل سیاسی بزنه بتونه کنشگر بکنه خب ما اونجا داریم کارهای خودمون رو میکنیم صحبت من اینه که بخش بخش بزرگی از اینها رو واقعا باید ایگنور کرد میدونم شاید اینو نمیپذیرید چون صحبت من هم همین بود یعنی اینها رو باید رها کرد به حال خودشون بزنن تو سرکله خودشون اینها خودشون رو در کنار خامنه ای قرار دادن هیچ چیزی روشنتر از از این نیست جوان ایرانی به نظر من براش بخش عمده ای از جوانهای های ایرانی براشون روشن هست امروز کسی که با هر فریبی با هر فریبی با هر توضیحی یک مسیری رو ادامه میده ولی نتیجهش در کنار خامنه ای قرار گرفتنه جوان ایرانی اون رو نمیپذیره شاید باورت نشه بر خلاف انتظارت نه ایگنور کردن رو میپذیرم ازت نه فقط ایگنور میکنم بلکه دایورت هم میکنم چرا چون که آقا فرهنگ جامعه امروز ایران خواست جامعه امروز ایران ملیگرایی و بازگشت به سیستم پادشاهی است در نتیجه اینا تو سر خودشون بزنن مردم هستن که اول آخر مشخص خواهند کرد آی سه دقیقه صحبت پایانی هرچی که دارید میشنوم ببینید فقط من بگم که این حرفی که دوست گرامی زدن و شما زدید نگاه کنید این حضرات اهل درد و مسئولیت نیستند و همین دارید چون به ایران فکر نمی کنند به نظر من مثلا تو صحبت ها ایران هفتاد درصد مردم زیر خط فقرن چرا هفت درصد بیماری روان پریشی دارن دو میلیون زن تنفروش و سیغه رو داریم یک میلیون دانش آموز ثبت نام نکردن من بروچستان بودم سال سی و شیش مرسی لباس کفش و صبحانه مجانی میدادن سی و شیش. اینا وقتی باشون صحبت میکنی آقا اسرائیل حمله کرده لبنان رو کشته این کار کرده یا دوشان به شازاده علتش چیز علتش اینه که نمیخوان وارد ایران بشن برای اینکه وارد ایران شدن باید با خامنه ای در بیفتن وقتی که میگن آقا اسرائیل آره منم اگه که تندوی بخونه کشتار بخونه محکوم میکنم ولی من گفتم یک تا ده من ایرانه چرا از ایران نمیگید چرا از جنایت نیکا رو بردن تو زندان تجاوز کردن ده نفر به روز بعد کشتنش نمیگید آقا از زن فلسطینی گفتم اون ملت اگر ما آزاد بودیم راحت بودیم من دفاع میکردم ازشون ولی شما قایم میشید چون نمیخوان بجنگن اینا دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی گام نخستش برای من که واقعا هیچ منفعتی ندارم که از اینکه حمایت بکنم یا نکنم جز منفعت ملتم قایم شدن پشت ترس و بزدلی خودشونه وگرنه کدام ایرانی است که در حالی که ایران قارت شده در ویران میشه یه مملکت 2500 ساله ای که اصلا شبیه سوریه نیست برای اینکه ما یه نوستالژی داریم یه فرهنگی داریم که خیلی با هم میچسبونه این هزارات غریبا که میان و خیلی واقعا نکات میشه که ببینید من نقطه, آخ... نقطه آخرم اینه که با اینا باید معرفی کرد من مدت دیگه اگه کسی اهل درد باشه باش صحبت میکنم میگم آقا من هفت وقت زیادی ندارم دو دهه آخر عمرم میخوام کار بکنم اگر اهل درد نباشه به دوستانم گفتم گفتم دوران پهلوی رو معرفی کنید من تو فیسبوک خودم میام سپاه میذارم عکسشو رژه زنا رو میذارم وضعیت خیابونای تهران میذارم نمیدونم رقص و آواز رو میذارم سینما ها رو میذارم کا میگم این بودیم ما به اینا جواب ندید به اینا که نمیدونم این تیپی بودیم اینا رو بذارید تو رسانه هاتون عکس های زمان محمد رضا شاه رو صحبت های شعبانو فرح رو و این بهترینه اینا باشوال میشن حرف آخر اینه که یک داستان از کوتا میگن که شیر سلطان جنگل بود خر و ببر بحث میکردن با هم دیگه این خر گفت که این چمنات چننگیه ببر گفت آقا بر گفت نه آبیه خلاصه اینا رفتن پر روی شیر به شکایت شیر گوش کرد گفت نه خر راست میگه چمن آبیه تو هم شیش ماه باید بری عفظ مجرد و هزار دلار هم جریمه بدی این اعتراض کرد که سرور شانشا این چمن ها سبزه گفت نه آبیه خر که رفت گفت بمی آقا جان تو باد بری زندون و جریمه بدی چون که کسی که با خر بحث بکنه باید انداختش زندون نباید بحث کرد اگه اهل دردید ما نوکرتونیم اگه به ایران میاندیشید بنده نوکرتونم ولی اگر میخواید بحث بکنید قهوه و ویسکی بخوریم توی کافه با هم دیگه و قلقلک بدیم خونه اون آقا ما اهل بحث نیستیم برید کارتون رو بکنید آینده نشون میده که چه خبره خیالتون راحت باش من قربون قد و بالای شما بشم که اینقدر خوشگل صحبت میکنید تو اینا محمود توی که اهل بحث کردن با خر نیستی صحبت پایانی اگر چیزی داری میشم هم. واقعا حق کلام رو ادا کردن دیگه آدم آدم باخر نباد دست کنه واقعا اصل موضوع همینه ولی نکته که فرمودم بسیار درسته ببین ما در حزب ایران نوین که گفتم آقا کار ما اونجا یک دفتری داری داریم دفتر نشر آثار تاریخ پهلوی که دبیریش هم با سرکار خانم بهروز است نسیم بهروز مرتب این کارها میپردازه تاریخ رو یادآوری میکنه فیلم ها رو میگذاره شخصیت ها رو معرفی میکنه همینه یعنی مردم ایران آشنا بشن با اینکه اون حکومت سابق چگونه عمل میکرد خواست ما برای آینده چیست آینده رو ما به اون ریل میخوایم قرار بدیم روی اون ریل بدیم نه حالا الزاما میشه همون ساختار رو با همون شکل بازسازی کرد و به وجود آورد ولی هدف اون ریلیست که ادامه داشت و ما برگردیم به همون مسیر و رو همون خط کشورمون رو بسازیم اون دفتر ایران نوین خیلی خوب داره کار میکنه ولی ای کاش حالا به نسیم هم با نسیم صحبت کردم باید به نسیم بگم ای کاش کپی رایت فیلم ها و عکس هایی هم که کار میکنید تو رایت بکنید یا اینکه داخل کپشن و اینا استفاده بکنید به حال نمیشه یک کار یک کار درست رو که داریم انجام میدیم یک بد اخلاقی دیگر رو ترویج بکنیم این مصاحبه واسه من خیلی لذت بخش بود چرا لذت بخش بود چون که در مورد یک موضوع سیاسی و فرهنگی در مورد یک رخداد سیاسی و فرهنگی با دو نفر که اهل ادبیات هستن گفتگو کردم و من همیشه گفتم که اون شخصیت شاعر بودنم رو خیلی بیشتر از روزنامه نگار و روزنامه نویس بودنم دوست دارم شعر اقلانیت است شعر زیست است و شعر زندگی است جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است فقط اومدم بگم که برای بقای مجله تصویری سینما نیاز به حمایت شما وجود داره سه گزینه شهروند پرسشگر شهروند نگران و شهروند سیاسی این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق و عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و اینگونه به بقای مجله تصویری سینما اکس که صدای شما ملی است کمک بکنید اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن نه کشورها و دولت هایی که به دنبال منافع خودشون هستن هم سبب بقای مجله تصویری سینما هیچ گونه اولویت هم نیست یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینا رو میزنن انجام میدم نه فقط بس بس حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه یه نکته آها یه نکته هم داشت فراموشم میشد نگو که بعدن این کار هم انجام میدم زمان زیادی ازت نمیگیره همین یعنی الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم من تلاش میکنم که برنامه های با کیفیت بسازم به چشم فکر و گوش شما احترام بذارم شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما که تنها شما هستید دوم داشته باشه من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد